یک موتور سوار و یک اتومبیل به ترتیب با تندی های ثابت V و سوی V همزمان در مسیر مستقیم از یک نقطه عبور می اگر 5 ثانیه بعد موتور سوار 150 متر عقبتر از اتومبیل باشد تندی اتومبیل چند متر بر ثانیه است ببینید بچه ها یه ماشین و یه موتور با تندی های مختلف دارن توی یه مسیر مستقیم از یه نقطه با هم عبور میکنن پنج ثانیه که میگذره موتوریه 150 متر عقب میفته خب سوال از ما تندی اتومبیل رو خواسته ما بیاین رابطه تندی که میشد تندی برابره مسافت طی شده به زمان رو توش تغییر ایجاد کنیم بنویسیم مسافت طی شده برابر تندی ضرب در زمان ما زمان رو تی میگیریم تندی موتور رو وی داریم و تندی ماشین رو سه وی حالا بیایم برای موتور بنویسیم میشه تی ضرب در وی برای ماشین بنویسیم میشه تی ضرب در سه خب اومده گفته اگر پنج ثانیه بعد, بعد از اون لحظه که از یه نقطه عبور کردن موتور 150 متر عقب بیفته یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بیایم بگیم مسافتی که موتور طی کرده رو این دوتا رو از هم کم کنیم برابر 150 میشه پس میشه گفتش که تی یا بگیم سه تی وی منهای تی V مساوی 150 خب این دوتا میشه دو T V ما جای T هم مقدارش رو داریم به ما گفته 5 ثانیه پس میشه گفتش که 10 V برابر 150 پس مقدار V برابر 15 میشه این از این حالا نکته ای که وجود داره V برای موتور بود یعنی تندی موتور بود از ما چی رو خواسته تندی ماشین تندی ماشین برابر سه ضرب در وی پس سه ضرب در پونزده برابر چهلو پنج متر بر ثانیه گزینه ها رو بررسی کنیم گزینه سه